بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، بیننده‌های گرامی برنامه تفسیر قرآن کریم از نورین، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. درس امروز ما از آیه 5 سوره یونس علی نبینا شروع می‌گردد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء لتعلموا عدد السنين والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله إلا ما خلق الله ما خلق الله ذلك إلا يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض
والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی، حالا می پردازم به ترجمه و تفسیر آیات تلاوت شده. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لكم الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. صدق الله مولانا العظیم. پروردگار در این سه آیتی که حضورتان تلاوت کردم نشانی های کائنات را پروردگار ذکر کرده و به قدرت کاملی رب العالمین اشاره فرموده است. خدای یکتا قادر و تواناست که مخلوقات بزرگی را بآفریند. الله جل جلاله در این آیات اشاره می فرماید قسمی که در گذشته ها الله بعضی از قدرت های خود را بیان فرمود و اشاره فرمود که خدا را عبادت بکنین. در این آیات الله جل جلاله خدا را از دیدگاه صفاتش معرفی می کند. می خواهین خدا را بشناسین به صفتهایش فکر بکنین. الله در آیات گذشته فرمود که خدا را عبادت کنین. کدام خدا را؟ قرآن می فهمد هو الذی جعل الشمس ضیاء. او نمو خدایی را که آفتاب، خدایی که آفتاب را روشن آفریده، روشن کرده. بیننده های نهایت گرامی، مخلوقات خدا دلائل بر وجود خداست. الله خودش می فهمد که والذی جعل الشمس ضیاء. خدا را بشناسین. خدا کسی هست که آفتاب را درخشان پیدا کرده. وقتی که ما میبینیم به چشمای خود واقعیت میبینیم که آفتاب میدرخشد. اسباب درخشش در اشیا حتما علل عوامل خود میداشته باشد. مگر وقتی که ما در آفتاب میاندیشیم علل عوامل روشنایی را ما نمییافیم. روشنایی آفتاب از چیست؟ نمیدانیم. اگر آفتاب یک گروپ است، یک لایت است که ما میبینیم در زندگی من که لایت ها روشن میشود، پس اگر آفتاب یک لایت و یک راد گروپ هست، خو انرژیش از چیست؟ ماشین و بند برقی که آفتاب را درخشان ساخته او در کجاست؟ هیچ. و اگر بند برق ندارد و اصل منبع آخذه روشنایی ندارد، پس توسط چی چیز روشن شده؟ اینجا دیگه عقل ما هیچ کار نمیدهد. عقل انسان در مورد این سوالات لاجواب باقی میماند. عقل نه آفتاب را گروپ دانسته میتواند. عقل نمیگد که گروپ نیست بلکه خودش روشن است. خودش که روشن است، منبع روشنیش چیست؟ در ارتباط هم جواب داده نمیتواند. والقمر نورا. خدا کسی است که مقرر کرده
و روشن ساخته، ماه را روشن، یکی درخشش است یکی روشن. الله شمس درخشنده آفریده که دیگه چیزا را روشنی می دهد. اما والقمر نورا، و مهتاب را تنها روشن آفریده. حالا ما بحث می کنند که هر کدامی از این بنابر ضرورت انسانی آفریده شده است. آفتاب درخشنده است، درخشش آفتاب در زندگی حیوانات مؤثر است، در زندگی انسانها مؤثر است، در زندگی نباتات، گیاها، برای همه اینها همچی یک درخشش آفتاب اشد نیاز است. علم طب امروزی ثابت کرده که درختها از آفتاب نور میگیرد، گیاهان از آفتاب نور میگیرند، انسان از آفتاب نور میگیرد، و نور آفتاب برای زندگی حیوانات، انسانها، نباتات اشد نیاز است. بنان الله جل جلاله همچو یک مخلوق درخشنده که آفتاب است آفرید. سوال وارد می شود که پس چرا الله جل جلاله مهتاب را همین قسم درخشنده آفرید؟ می فرمایند که درخشش مهتاب در وقت مهتاب برای خیر و فلاح زندگی انسان ها نیست. از صبح تا بیگاه آفتاب بدرخشد، ما کار بکنیم، غریبی بکنیم، وظیفه انجام بدهیم. باز وقتی که آفتاب غروب کرد باز مهتاب بدرخشد. مهتاب مانند آفتاب نور می داشت، پس زندگی به ما ممکن نبود. چرا شب که فرا می گیرد بسیار به اعصاب راحت انسان می خوابد. خوابی که انسان در شب می کند در روز کرده نمی تواند، چون الله خواست که 12 ساعت روشنی باشد که از او انسان ها استفاده کنند، حیوانات استفاده کنند، نباتات استفاده کنند، انسان ها کار بکنند، شغل آزاد داشته باشند، برای کسب روزی خود حرکاتی را انجام بدهند. الله خواست 12 ساعت دیگر طوری باشد که بستر خواب برای بنده هایش آماده باشد تا خواب خوب بکنند. اگر قضیه طوری می بود که مهتاب هم مانند آفتاب می درخشید، ما در خواب نمی رفتیم و ما او سکون فعلی که به ما دست می دهد در شب، این سکون به ما دست نمی داد. وقتی که دست نمی داد باز هم ما به مشکل مواجه می شدیم. بناهن خدای یکتا آفتاب را درخشنده، پر نور، مفید برای صحت انسان ها و حیوانات نباتات آفرید، زمینه کار برای انسان ها مساعد کرد که 12 ساعت شما کار بکنین، یک لقمه رزق حلال را به دست بیارید. 12 ساعت در خدای یکتا تاریک ساخت، گفت آرام بخوابین که اعصابتان راحت باشه، پس دوباره آماده کار شه. ببینین قرآن می فرماید که وقدره منازل، مقرر کرده برای اونها منزل ها. آفتاب در مسیر خود در حرکت است، مهتاب در مسیر خود. میلیارد ها سال سپری شده آفتاب از مسیرش منحرف نشده، مهتاب از مسیرش منحرف نشده. پس ای خودش بیانگری وجود الله است. یک جسمی که در حرکت باشد، محرکی از او معلوم نباشد، او را ماشین در حرکت در آورده، او را کسی دیگه در حرکت در آورده. پس وقتی که ما می اندشیم به عمل کرده خورشید یا مهتاب، درک میکنیم که خدای وجود دارد. یک جسمی بزرگ که خورشید یا آفتاب سه چند زمین بزرگ است،
همیشه در حرکت در مسیر مشخص. این خودش بیانگری نظام خدا را می کند. و قدره منازل، مقرر کرده الله مسیر برای هر کدامش. لتعلموا عدد السنین والحساب، یک فایده چرخش آفتاب و مهتاب را الله بیان کرده، یکش. وگر نه فایده هایی که بیان کردم که نباتات به نور آفتاب ضرورت دارد، انسان ها به نور آفتاب ضرورت دارند، همین قسم حیوانات به نور آفتاب ضرورت دارند، تنها خدا یک تا یک فایدهش ذکر کرد. لتعلموا عدد السنین والحساب، تا بشناسند شمارش سالها و حساب را. اگر این گردش مشخصی آفتاب نمی بود که روزها را ما شما حساب میکنیم، اگر این گردش مشخصی مهتاب نمی بود که شبها را ما شما حساب میکنیم، پس ما رمضان را از کجا می دانستیم؟ پس ما ماهای حج را از کجا می دانستیم؟ که ما در کدام ماه حج کنیم؟ ما در کدام ماه روزه بگیریم؟ اینجاست که الله می فرماید که من آفتاب آفریدم، مهتاب آفریدم، لتعلموا عدد السنین والحساب، تا بشناس مردم شمارش سالها و حساب را. ای یکی از فایده های آفتاب و مهتاب است که خدا یکتا بیان می کند. قرآن چی می فرماید؟ ما خلق الله ذلك الا بالحق، نیافریده است الله جل جلاله این مخلوقات را، یعنی مهتاب را، یعنی آفتاب را، الا بالحق، مگر با تدبیر، الا بالحق، مگر براستی، یعنی نظامی آفریده شده که آفتاب است، مهتاب است، گردشی از این هاست، تعیین مسیری از این هاست، کیفیتی از این هاست، ماهیتی از این هاست. تو بدان که برای خیر و فلاح و کامیابی و خوبی انسان ها آفریده شده. لا یعنی نیست، یعنی الله بیهوده نه آفریده، الا بالحق، اینها را به درستی آفریده الله، اینها را به جا آفریده الله، اینها را الله به منظوری تنظیم امور دنیا آفریده. الله می فرماید یفصل الآیات لقوم یعلمون، بیان می کند نشانی ها را برای کسانی که بفهمند. اینمی بیان تخلیق آفتاب، کیفیت آفتاب که الله میگه ما آفتاب را روشن آفریدم، روشنی تیز دارد، و اینمی مهتاب را به یک نور بسیار معمولی آفریدم. الله میگه که این برای قومی نشانه شده میتاند که اونها بفهمند. بسیاری از مردم هستند که از این مخلوقات بزرگ خدای یکتا در 24 ساعت استفاده میکنند، مگر خدایشان را نمیشناسند. میلیاردها کفار امروز در دنیا زندگی میکنند، گاهی هم به فکر از این شدن که آفتاب درخشنده به این جسامت، به این بزرگی الله آفریده، در خدمت اونها گذاشته، یومیه از پیش استفاده میکنند. طبی امروزی ثابت کرده که آفتاب برای صحت، برای حیات یک امر ضروری هست. آیا خدایشان را شناختند؟ نه خیر. قرآن میگه که لقوم یعلمون، کسی بداند اینها نشانی شده میتواند. مسلمانان توسط اسباب، توسط مخلوقات، مخلوقات الله خدا را شناختند. آفتاب و مهتاب دیدند گردش و نظامش را، وقتی که عقلشان در کار انداختن، عقل سازگار نبود، عقل در برابر نظام دنیا و نظام مخلوقات الله
عاجز ماند. پس مسلمان ها دانستند که خدای وجود دارد، خدای وجود دارد که را آفریده. الله می فرماید این فی اختلاف اللیل و النهار، البته در آمد و رفت شب و روز، و ما خلق الله فی السماوات والارض، و در آنچه که خدا آفریده است در آسمان ها و الارض در زمین، لآیات لقوم یتقون، نشانی ها است برای کسانی که بترسند. در مجموعه شب و روز، مخلوقات آسمان ها، مخلوقات زمین، همی از اینها یک نشانه شناخت خداست، اما برای کسی که بترسد از خدا، پرهیزگار باشد. ترس خدا که در قلب باشه، انسان از راه این مخلوقات خدایش میشناسد. اما اگر ترس خدا وجود نداشت، اما اگر علم وجود نداشت، پس خدا را نمیشناسند. بیننده های گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه های آینده شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر